سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی ترین رسانه یوتیوب فارسی خوش اومدید. باز هم با شما عزیزان در یک برنامه دیگه همراه شدیم تا نگاهی به قدرت نظامی حزب الله از زرادخانه موشکی و پهپادهای پیشرفته تا یگانه ویژه این گروه بندازیم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و اگه تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو همین الان بزنید. حزب الله با وجود اینکه از سال 2006 توانایی‌های نظامی خودش رو به شکل قابل توجهی توسعه داده، اما هرگز اطلاعات دقیقی در این زمینه فاش نمی‌کنه و عمده اطلاعات مربوط به قدرت اون توسط منابع آمریکایی و اسرائیلی منتشر میشه. حزب الله لبنان بعد از دو شکست که در سال 2000 و 2006 به اسرائیل وارد کرد، به سرعت تونست توانمندی‌های نظامی خودش رو چه در سطح نیروی زمینی و چه قدرت موشکی به ویژه با ساخت موشک‌های نقطه زن توسعه بده. بنابراین امروز حزب الله به عنوان یه نیروی نظامی مدرن و رو به رشد در نظر گرفته میشه و تشکیلات نظامی اون و طرح‌های رزمی که به اون تکیه میکنه بیشتر به کار یگانهای ویژه و نخبه نزدیک تا ارتشهای معمولی. بر همین اساس بعد از پیروزی مقاومت لبنان در جنگ جولای 2006 همواره بحث گزینه‌های حزب الله برای جنگ احتمالی بعدی با اسرائیل در محافل منطقه‌ای و حتی محافل اسرائیلی مطرح بوده. قبل از بررسی گزینه‌های حزب الله در جنگ احتمالی با دشمن، بهتر توانایی‌های مقاومت لبنان که طبق ارزیابی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل خطرناک‌ترین دشمن این کشور به حساب میاد رو بررسی بکنیم. مراکز ابری در گزارش‌های خودشون تأکید می‌کنن که توانمندی‌های نظامی و عملیاتی حزب الله در ردیف مرگبارترین نیروهای نظامی جهانه. توی خیلی از تحقیقات انجام شده توسط مراکز مطالعاتی تخصصی مشخص شده که حزب الله یک نیروی نظامی مدرن و رو به رشد و تشکیلات نظامی و نقشه‌های رزمی اون که بر اون تکیه می‌کنه بیشتر به کار یگان‌های ویژه و نخبه نزدیکه تا ارتش‌های معمولی. بر اساس این تحقیقات حزب الله مجهز به زرادخانه بزرگی از سلاح‌های پیشرفته به در سطح سلاح موشکیه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی حزب الله بیش از 200 هزار موشک در اختیار داره که بیش از نیمی از اونها موشک‌های نقطه زنن که حاشیه خطای اونها از چند متر فراتر نمیره. حزب الله دارای موشک‌های کاتیوشا و گراد با برد 40 کیلومتر، موشک‌های فجر 3 با برد بیش از 45 کیلومتر و فجر 5 با برد بیش از 75 کیلومتر. این حزب همچنین موشک‌های رعد 2 و رعد 3 با برد 70 کیلومتر، خیبر 1 با برد بیش از 100 کیلومتر، زلزله 1 و 2 با برد حدود 160 و 210 کیلومتر، فاتح 110 که یک موشک بالستیک با برد حدود 300 کیلومتر بوده و کلاهک جنگی به وزن 500 کیلوگرم را حمل می‌کنه را در اختیار داره. اما موشکایی که بیش از همه اسرائیل رو نگران میکنه موشکای اسکات هستن که آخرین نسخه اون بیش از 700 کیلومتر برد داره و میتونه تمام اهداف حیاتی و حساس داخل اسرائیل رو مورد اصابت قرار بده. علاوه بر اون حزب الله چندین سامانه موشکی ضد تانک در اختیار داره که میتونه تیپ زرهی ارتش اسرائیل رو فلج بکنه. در همین زمینه رسانه‌های مقاومت چند روز قبل تصاویری از سامانه موشکی ضد تانک سار الله رو منتشر کردن. این سامانه یک سلاح ضد زرهی که برای شلیک موشک‌های کورنت در نظر گرفته شده. این سامانه از دو پرتابگر تشکیل شده و دقت اصابت و انهدام اهداف و قابلیت استفاده در روز و شب رو داره و به راحتی قابل جابجایی و مانور. این سامانه دو موشک پشت سر هم شلیک میکنه به طوری که با اختلاف کسری از ثانیه به هدف اصابت میکنن و هدف هر چقدر هم مستحکم باشه کاملا منهدم میشه. برد این سامانه حدود 10 کیلومتره. علاوه بر این حزب الله داره موشک های زمین به دریا با انواع و بردهای مختلفه که میتونه کشتی ها و قایق های نظامی اسرائیل رو مورد اصابت قرار بده و منهدم بکنه. همونطور که در جنگ جولای 2006 اتفاق افتاد و ناوچه ساعر 5 اسرائیل در مقابل سواحل شهر سور هدف قرار گرفت و منهدم شد. گفته منابع اسرائیلی و آمریکایی حزب الله در حال حاضر سامانه‌های موشکی ضد کشتی از انواع مختلفی مثل موشک نور با برد 200 کیلومتر، موشک قادر با برد بیش از 300 کیلومتر و همچنین موشک روسیه یاخونت در اختیار داره که برد نسخه اول اون به بیش از 300 کیلومتر میرسه و یکی از بهترین موشک‌های ضد کشتی جهانه. علاوه بر اون حزب الله موشک‌های دیگه‌ای هم در اختیار داره که برد اونها به 1000 کیلومتر هم میرسه که قابل شلیک از موشک‌های ثابت و متحرکه و خطری ویرانگر برای ناوهای اسرائیل در جنگ بعدی به حساب میاد.
علاوه بر موشک‌های تهاجمی و دریایی و دفاعی، حزب الله بیش از 200 پهپاد از انواع مختلف در اختیار داره که بخش بزرگی از اونها تهاجمی هستند. این پهپادها در ابتدا برای ماموریت‌های شناسایی هوایی طراحی شده بودند، اما امروزه با توسعه فناوری‌ها و پیوند اونها با هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شدن و میتونن دقیق و نابودگر باشن. به عنوان مثال این پهپادها میتونن اهداف حساسی مثل رادارهای متصل به سامانه‌های دفاعی رو مورد اصابت قرار بدن و اونها رو فلج بکنن. حتی مهم نیست که نیمی از این پهپادها به هدف مورد نظر اصابت نکنن، بلکه حتی اصابت نصف این پهپادها به هدف هم نتایج مطلوب رو محقق میکنه. پهپادهای حزب الله از نظر دقت، سرعت، مدت پرواز، برد و وزن مواد منفجره‌ای که میتونن حمل بکنن، علاوه بر ارائه تکنیک‌های راداری و هوش مصنوعی، به طور مداوم در حال توسعه هستن و در زمینه جنگ الکترونیک هم مورد استفاده قرار میگیرن. البته حزب الله هرگز اطلاعات دقیقی از توانمندی نظامی خودش ارائه نداده و سال‌هاست که اسرائیلی‌ها بیش از خود حزب الله به بررسی و تحلیل پروژه توسعه پهپادهای مقاومت لبنان پرداخته. اضافه بر اون، حزب الله دارای روی زمینی قدرتمندیه، به ویژه یگان نخبه رزوان که کارشناسان نظامی اسرائیل اون رو یکی از کارآمدترین یگان‌های رزمی در جهان توصیف می‌کنند و نیروهای این یگان مهارت‌های رزمی بی‌نظیری دارند. اسرائیل توجه زیادی به یگان رزوان حزب الله داشته و همواره در تلاش برای کسب اطلاعات درباره اون بوده. سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته حزب الله هم بخش دیگه‌ای از توانمندی‌های نظامی این حزب به حساب میاد که نوع یا تعداد دقیق اونها فاش نشده و به نظر میرسه که در جنگ احتمالی بعدی به شدت موجب غافلگیری اسرائیل بشه. بعضی از منابع اسرائیلی اعلام کردن که حزب الله دارای موشک‌های زمین به هوای شانه‌ایه که میتونن هدف رو از مسافت 5 کیلومتری و ارتفاع 3.5 کیلومتری رهگیری بکنن. طبق اطلاعاتی که محافل و مراکز اسرائیلی از یگان رزوان به دست آورده و منتشر کردن، تعداد نیروهای این یگان حدود 2500 نفر تخمین زده میشه که همه اونها در دوره‌های تخصصی در زمینه تک‌تیراندازی، استفاده از سلاح‌های ضد تانک و تردد در مناطق کوهستانی و انجام ماموریت‌های نظامی آموزش دیدند. بر اساس این اطلاعات، نیروهای یگان رزوان در نبردهای سوریه حضور داشته و کنار نیروهای روسیه با تروریست‌ها می‌جنگیدند و آموزش‌های نظامی تخصصی دریافت کردند. این یگان نقش برجسته‌ای در آزادسازی اراضی سوریه از شر تکفیری‌ها داشت. با توجه به شناخت سران اسرائیل از توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظامی حزب‌الله، اونها کاملاً آگاهند که رویارویی با این حزب در هر جنگ پیش رو دشوار و سخت خواهد بود و پیامدهای اون واسه اسرائیل قابل مقایسه با جنگ 33 روزه نیست، به ویژه اینکه حزب‌الله از اون زمان تا حالا معادلات بازدارندگی موثری ترسیم کرده. این تنها بخشی از قدرت نظامی حزب الله بود که به اون اشاره کردیم. همونطور که گفته شد، مقاومت لبنان اغلب اطلاعات زیادی از توانایی‌های نظامی خودش منتشر نمی‌کنه و اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها همواره در پی کسب اطلاعات در این زمینه هستند. اما در صورتی که بنا به هر دلیلی جنگ سوم بین ارتش اسرائیل و حزب الله اتفاق بیفته، گزینه‌های مقاومت چیه؟ از نظر اسرائیلی ها رفتن به چنین جنگی بدون شک به معنای این هستش که جبهه داخلی اسرائیل در معرض ضربات عظیم و دردناکی قرار خواهد گرفت، به ویژه در صورت طولانی و گسترده شدن جنگ که به حد فروپاشی جبهه داخلی این کشور میرسه. در این بین حزب الله طیف گسترده ای از گزینه‌های نظامی رو در اختیار داره که از طریق اونها میتونه به هر گونه تجاوز احتمالی اسرائیل جواب بده و استفاده از این گزینه‌ها بستگی به اندازه و نوع نبردی داره که باید انجام بشه. با توجه به حجم توانمندی‌های بزرگی که حزب الله در سطح نظامی داره که به بعضی از اونها اشاره کردیم و بر اساس اون چه که از اظهارات و تهدیدهای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره برگردوندن اسرائیل به عصر حجر میشنویم، میشه انتظار داشت که حزب الله در تقابل بعدی به مجموعه وسیعی از گزینه‌های نظامی تهاجمی متوسل میشه که ستون فقرات اسرائیل رو هدف قرار خواهد داد، به ویژه گزینه‌ای که مربوط به ورود نیروهای یگان ویژه رزوان به منطقه الجلیل در شمال اسرائیل، سناریویی که اسرائیلی‌ها از اون وحشت دارند. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوندیارو نگهدارتون.